یکی دیگه از برنامه‌های رویای تنها مهمون خونه‌هاتون هستید با خانم فروزان. مرسی. سلام به دوستان. خب خانم فروزان، امروز می‌بینم که مرغ آماده کردید و فکر کنم مین کورس خیلی عالی داریم امروز، درسته؟ بله، این خورشت مرغ مدیترانه‌ایه با شراب مارسالا. این غذا برای من خیلی عزیزه چون من با یکی از دوستان که ایتالیا رفته بودم، تاسکانی، مادر بزرگ و پدر بزرگشون تمام این مواد غذایی این خورشت رو تو همون حیاتشون فراهم کردن، از مرغ گرفته تا به زیتونش تا به شرابش، تمام اینا رو خودشون درست کرده بودن، آماده بود. و چون بیشتر تو کشورهایی که مجاور دریای مدیترانه هستن خیلی مواد ساده استفاده میکنن که هممون بهشون آشنایی داریم، ولی خب یکی از محبوب ترین خوراکپزی دنیا شناخته شده. خب یه توضیح میدید اسم غذاتون چیه؟ مرغ مدیترانه با شراب مارسالا. البته این شراب نیست، آب انگوره ها، آب بله. عصاره انگور یه همچی چیزیه. بله. یه ذره تست کردم شما حواستون نبود، اصلا اینم الکل داره، دیدم نه اصلا کامل بدون الکل. اگه الکل هم داشته باشه با این حرارتی که ما تو فر می‌خوایم بذاریم میپره. ولی شیرینه، یه ذره طعم شیرین و خوشمزه‌ای داره. مرسی. خب یه توضیح میدید موادتون رو؟ همونطور که میبینید یکی از دلایل دیگه‌ای که این غذا رو برای دوستان انتخاب کردم به خاطر اینکه الان فصل بهار هستیم، داریم وارد فصل تابستون میشیم. تمام مواد تر و تازه و معطر این فصل رو میتونیم ازشون استفاده کنیم و یه غذای خیلی رنگ و رنگ و زیبایی میشه که تا یه صد یه قول میدم که تمام فضای خونه با بوی خوش این مواد پر بشه. موادی که من استفاده کردم 4 تا رون کامل مرغ. برای 4 نفر؟ بستگی داره مهمونمون چقدر اهل غذا باشه. بله فکر کنم برای ما واسه 2 نفر کافی باشه. 2 نفر کافیه باشه، پس برای 2 نفره. 4 تا رون مرغ؟ بله، 2 تا سیر رنده شده است، 2 تا حب سیر رنده شده است، بعد این ورقای بله فلفل کاپریکاس، بعد زیتون سیاه، حدود 16 تا زیتون سیاه انتخاب کردم، بعدش گوجه نیمه خوش شده است. این گوجه این از کجا میشه تهیه کرد؟ اینو تو سوپرمارکت ها قسمت دلیش دارن که هم کامل خوش شده شو دارم، این نیمه خوش شده است. آها، بعد همین شکلیه دیگه؟ بعد همینجوری آماده اینجوری میگیرید. ایتالیایی ها همون یا مدیترانه، کشورهای مدیترانه خیلی اینو تو پاسته هاشون غذا هاشون استفاده میکنن. بعد چند شاخه آبیشن هم که از حیات دوباره فراهم کردم. آبیشن لیمویی؟ نه، این آبیشن ساده، یعنی ایتالیایی. آره، یه خورده اون برگش یه خورده گردتره و بوشون هم فرق داره. من این انتخاب کردم و 2-3 تاش هم میخوام برای تزیین غذا استفاده کنم. بعد چند تا ورق لیمو برای یه لیمو کافیه. یه لیمو. بعد حدود چند تا از گوجه های گیلاسی رنگ و رنگ که تمام رنگ رو داره، قرمز، قرمز پررنگ، قرمز و سبز، زرد. من همیشه گوجه رو اینجوری مخلوط میگیرم چون که خودش یه زیبایی خاصی به غذا میده. بعد یه لیوانم که مثلا اون عصاره انگور یا شهد انگوره که بله. اینجا به شراب معروفه. بله، بعد با فلفل سیاه تازه که من معمولا اینو تو هاواین میکوبم، ولی خب برای برنامه از این ظرف استفاده میکنم، با روغن زیتون که تو تمام غذاهای مدیترانه استفاده میشه. خب پس برای شروع کاری که میکنیم، من خودم معمولا پوست مرغ تو همه غذا هم استفاده میکنم، نمیکنم. بعد از اینکه غذا آماده شد دیگه پوست مرغ نمیکنم، چون معمولا مامان من همیشه پوست مرغ غذای مامان‌تر. بله میکنم. بله. کاری که میکنیم، من چند تا شکاف توی مرغ ایجاد میکنم با چاقو که حرارت بهتر بره،
تو این مرغ. من اونو بکشم کنار تا دو بله. مرسی خیلی ممنون. چند تا شکاف اینجوری میدم لای رونش که هوا خوب بره. بعد اینو میذارم اینجا که شما بعدی خورده به من کمک کنید. بعد کار بعدی که میخوام انجام بدم اینه که یه ذره روغن زیتون استفاده میکنم با سیرمون. سیر خرد شده، همون دو تا حبه بزرگ سیر که خرد رنده شده. سیر کلن من به خاطر نمیارم که خیلی شاید 5% از غذاهام من سیر استفاده میکنم. معمولا برای همه غذاهام سیر استفاده میکنم. بعد کاپریکارم اضافه میکنم. چقدر در من یه باشکه چای خوری بعد یه باشکه من بکنم. بله. بعد کمیم نمک میریزم اندازه دلخواه. بله، چون من همیشه هیچ موقع اندازه نمیرم، این از حس خودم استفاده میکنم. بعد فلفل سیاه هم میزنیم. خب این موادی که الان داریم آماده میکنیم مواد چی هستش؟ این موادیه که میخواییم مرغ رو به قول معروف توش بخوابونیم یا مرینیت کنیم. و اینو من کوپمش میزنم. و دلیلی که روغن زیتون توش ریختم به خاطر اینکه شما راحت تر بتونید پای مرغ رو ماساژ بدید. خیلی آره من ماساژ میکنم از بله این قطعه از همون اولش تمام موادش به نظر من خیلی زیبا و خوش رنگه. خب حالا شما خودم احتیاج به ماساژ دارم. خب بعد از برنامه میگیم یکی از بچه‌ها بیاد کمکتون کنه، خستگیتون رو در ببره. ببخشید که من خستتون کردم. نه خواهش میکنم. خیلی همین همینجوری بریزم رو؟ بله آره همینجوری بریزید. بعد دیگه خیلی راحت با دستتون ماساژ میدید که همه جای پای مرغ رو بپوشونه. این شکلش هست؟ الان بریم تو قسمت ماساژ. تمرین خوبی هم هستا. ماساژ تایلند. تایلند ماساژ. دیگه اینجا ناز و افاده لازم نیست، قشنگ میرید تو حس کار رو ماساژ میدید. نه ترسید، راحت خیلی ماساژ میدید چون بعد این کار رو که شما میکنید یه 15 دقیقه روش ورقه میشنگا میکشیم، 15 دقیقه میذاریم بمونه که قشنگ مواد تو خب این مقدار موادی که الان استفاده کردید برای یه دونه رونه؟ نه من همون برای 4 تا. آه پس بله. اینو بعد همینجوری که چیز بله. کردم شما من همیشه خودم همون وسط کار که این کار انجام دارم میدم از حس خودم استفاده میکنم، مثلا نمک بیشتر میزنم یا فلفل. شما میتونید این کار کنید، این مواد شاید الان به نظر کم میاد میتونید استفاده کنید. شما پس خب این خوبه الان همه ماساژ بدید. شما بذارید تو ظرف، من یکی ها رو میایم اضافه میکنیم. بعد رو شما شنبا میکشیم و 15 دقیقه میزنیم توی یخچال. دوستان عزیز دقت کنید که ما یه دوره میکنم کار قبلی که انجام دادیم، یه موادی رو خانم فرزان آماده کردن با سیرو نمک و فلفل سیاه و پاپریکا فلفل و باقی مقداری روغن زیتون ریختیم داخل مرغان. مرغا رو باش ماساژ دادیم، گذاشتیمش 15 دقیقه مون. بعد از 15 دقیقه دستش رو بردیم مرغا رو اول به قسمت پوست من توی روغن زیتون سرخ کردم. تقریبا هر طرفش 10 دقیقه طول میکشه، پس 20 دقیقه مرغا رو سرخ میکنید و الان دیگه آماده هستش. بعد کاری که میکنید این شراب مارسلا رو بهش اضافه میکنید. شراب مارسلا؟ مارسلا شراب انگور
شیره مثل شیره انگور ولی خب رقیق تره. حالا کاری که میکنیم اینو زیر شعله متوسط میذاریم که بخار بشه. خب الان باید بذاریم بمونه؟ بله یه حدود 5 دقیقه تا 7 دقیقه میذاریم تو این حالت با شعله خیلی متوسط. الان ببینید که داره قول بخوره 5 دقیقه تا 7 دقیقه تو این شعله یه خورده زخیم تر بشه. آره این یعنی غلظتش بیشتر غلظت موادش بیشتر بشه. بله پس چند دقیقه میذاریم آماده که شد برمیگردیم دوباره ادامه بدیم. خب دوستان 5 دقیقه گذاشتیم این مرغای ماساژ خوردنمون توی این شراب ماسالا. آره این 5 دقیقه گذشت، یه مقدار این غلظت این شراب ما یه مقدار غلظتش بیشتر شده. خب الان تنها کاری که میکنیم شاید یه خورده مواد مختلف استفاده کردیم توی غذا، ولی دیگه مرحله بعدیش خیلی آسونه به خاطر اینکه بیشتر مواد رو همینجوری درسته بهش اضافه میکنیم به خاطر اینکه این قراره تو فر بره و اونجا میپزه. من گوجه رو نسته میکنم چون که نمیخوام له بشن. گوجه رو اضافه میکنیم، بعد زیتون ها رو هم میریزیم. این گوجه های له شده نیمه خشکم میریزیم. ببینید همین الان داره دیگه این رنگ و نقشش رو میگیره، هرچی بیشتر اضافه میکنم غذا داره خشکتر میشه. و این بعد برگای لیمو برگای لیمو رو آخر سر میذارم. الان هم برگای لیمو رو میچینم اینجا. برابر لیمون هم میذارم، بعد آبیشن ها رو بله همین درسته میذارم. حتما بذارید بیننده های عزیز ببینن که این غذا چقدر خوشرنگ و خوشگل شده. حالا اگر تصویر بردارم محبت کنم بگیرم همین الانش که دیگه خیلی خوشرنگ و قشنگه. حالا بعدش این داخل فر میره بعد از پخته شدن باز این آب باز هم به خورده هم دیگه میره و تماش قاطی میشه با هم دیگه. حالا 5 دقیقه که گذاشتیم اینا با هم باشن، فقط این سسشو که الان غلیظ شده شرابو تو تمام مدت اینو میریزیم روی مواد دیگه همون که قشنگ به همشون برسه. این هم حدود همون 5 دقیقه میذاریم اینجوری با هم بجوشن که آماده بشن که بذاریم تو فر. من فر رو روشن کردم رو همون درجه 180-200 چون ایرانی هستیم و این غذا رو بدون برنج نمیتونیم. حتی اگه سعی کنیم برنج من از دیشم برنج خیز کردم که بله آماده است. اینه که بذاریم تو فر من برنج هم آماده میکنم. خب یکم سریع تر هم میتونم حتما دیگه چیزی نمونده. دوستان عزیز بعد از اینکه برای 5 دقیقه تمام مواد رو با مرغ و شراب مارسالا پختیم همه رو وارد یه ظرف مخصوص فر کردم اینجوری که میبینید و به مدت 45 دقیقه تو فر میذاریم که بپزه.
خب دوستان عزیز، مرغمون آماده کردیم، گذاشتیم داخل فر، مدت 45 دقیقه توی فر موند و الان آوردیمش بیرون. خانم فروزان برای توضیحات. بله پویا جان، من فقط ظرف فر رو عوض کردم به خاطر که باید تو فر دردار گذاشت، اونم به خاطر میتونید نشون بدید ببینندای عزیز، به خاطر اینکه شراب مارسالا باعث میشه که مرغ بسوزه، به خاطر همین من تو ظرف مخصوص فر دردار گذاشتم و براتون اینجا آماده کردم که آماده سرو. و این ظرفش هم باید خیلی داغ میشه، حواستون باشه. بله، که مرغ مدیترانه‌ای با شراب مارسالا است و برای دوستان سالاد شیرازی هم درست کردم که با سالاد شیرازی میل کنیم. پلو هم که همون پلوی معمولی خود ایرانی هاست که درست میکنن و با تزیین خیلی زیبای خانم فروزان. مرسی. خب روز روزگارتون خوش، به امید دیدارتون توی برنامه بعدی رویای تنها. خداحافظ.